سوال 34. چند مورد از موارد زیر در مورد فلز به کار رفته در ساخت قلتک های مورد استفاده در کارخانه کاغذسازی به درستی بیان شده است؟ خب ما میدونیم که قلتک های به کار رفته در کارخانه کاغذسازی آلیاژ های آهن هم. چون خود آهن خالص که زود زنگ میزنه و تخریب میشه اونجا که همش آب و خمیره و این باشه که سریع قلتک ها داغون میشه. قطعا آلیاژ هایی هستش که توش کروم استفاده شده، نیکل استفاده شده که دوامی زیاد باشه و مثل قاشق استیل که ما مدت ها هم توی ظرف آب بذاریم زنگ نمیزنه، باید از مواد جنس خوبی باشه که زنگ نزنه. خب میخونیم: این فلز رسانای بسیار خوبی برای جریان برق بوده و در ساخت انواع سیم‌های برق هم استفاده می‌شود. غلطه. ما برای سیم‌های برق از فلز مس استفاده می‌کنیم. آهن درست رسانای جریان برقه. همه فلزات رسانا هستند. اما آهن رسانای خوبی نیست. در واقع گرم میشه وقتی آتش جریان برق عبور می‌کنه، فلز داغ میشه. یعنی برق رو داره مصرف می‌کنه و تبدیل می‌کنه به گرما. پس الف که غلطه. ب: این فلز به آسانی زنگ نمیزند، زنگ میزند که نوعی تغییر فیزیکی محسوب میشود. خب به آسانی زنگ میزنه فلز آهن، تو آلیاژش دیگه نه، ولی فلز آهن زنگ میزنه و نوعی تغییر شیمیایی است نه فیزیکی. پس اینم غلط. گزینه جیم، یعنی در واقع مطلب جیم: این فلز به راحتی در دماهای پایین گداخته شده و پس از مدتی میتوان مایع مذاب آن را تهیه کرد. غلطه. آهن در 1500 تقریبا 38 درجه ذوب میشه. پس این هم غلط. ما چند تا جمله صحیح داریم؟ صفر. میشه گزینه چند؟ گزینه 1.